سلام دوستان عزیز، به کانال فوتپاس خوش اومدید. امروز اومدیم با خلاصه بازی ویارال و بارسلونا بریم با ترکیب دو تیم شروع کنیم. ترشتگن، آلونسو، کریستیانسن، جورج کونده، روبرتو، ایلکای گوندوگان، رومئو، فرانکی دیونگ، پابلو، گاوی، روبرت لواندوفسکی و یامال در ترکیب تیم بارسلونا بودن. اینجا اولین موقعیت حساس بازی رو بازیکنای تیم ویارال داشتن. حالا اینجا یه ضربه و توی دروازه، کار یک هیچ میشه. اما ببینیم، رفته به وی ای آر و گل قبول نشده. اونجا ضربه ای که زرد بازیکن تیم ویارال، اما گل قبول نشد. حالا اینجا یه ضربه بغل پا که از کنار دروازه بیرون میره. جرارد مورنو بود که اونجا ضربه‌اش رو زد. حالا ضربه سر و توی دروازه، اولین گل زده میشه برای تیم بارسلونا. اینجا گاوی بود که روی پاس گل لامین یامال تونستش گل زنی بکنه و یکیش بکنه کار رو به سود تیم بارسلونا. اینجا بود ارسال بازیکن تیم بارسلونا و گاوی که خیلی خوب سر میزنه. حالا یه ضد حمله میان بزنن اما کار به جایی نمیبره و حالا فرانک دیونگ یه ضربه بغل پای خوشگل و دروازه تیم ویارال که باز میشه. 2-0 میشه کار. حالا 2-0 کار به سود تیم بارسلوناه. اونها دو هیچ جلو میافتن. حالا بازیکن تیم ویارال لب خطن. این ور یه ارسال خطرناک بود اما دفع صورت میگیره. حالا یه ضربه بغل پا، ترشتگن توپ رو دفع میکنه. این ور بازی محیط جذابی شده. اینجا نمیذارن به چرخ، بازیکن ویارال دارن خوب دفاع میکنن اما اونها به گل نیاز دارن. اینجا بود که توپ لواندوفسکی رو زد مدافع تیم ویارال. متو گابیا بود که اونجا تونست دفاع بکنه. حالا ارسال، ضربه سر، ببینیم اونجا گل زنی. بله گل میزنه بازیکن تیم ویارال و حالا خوان فویت تونستش گل زنی بکنه. دقیقه 26 روی ارسال باینا. حالا امید هستش به کامبک. این بار دوباره بازیکن بارسا شانس دارن، خودش رو پرتاب کرد اونجا گاوی اما به توپ نمیرسه. حالا بازیکن ویارال دروازه خالیه و توی دروازه. این بار سولرز جای خوبی رو پیدا کرد و تونست گل زنی بکنه. سولرز جای خوبی رو پیدا کرد و ضربه خودش رو هم زد. یه پاس گل آلفونسو پدرازا تونستش گل زنی بکنه. اینجا سیو گلر تیم ویارال رو دیدیم با هم دیگه. یه ارسال و توکه قطع میشه. حالا این ور بازیکنای تیم بارسلونا دفاع میکنن. اونجا بازیکنای تیم ویارال تکل خوبی بست. خورخ کوئنکا یه پای یامال بود که تکل رو بست. حالا نیمه اول تموم میشه. بریم که نیمه دوم رو با هم ببینیم. همه چی مساویه و باید حالا دید که توی نیمه دوم چه کسی برنده ای میدان میشه، تیم بارسلونا یا تیم ویارال. اینجا به نظر میشه زدن لواندوفسکی رو. حالا یه ضربه بغل پا که از بالای دروازه بیرون رفت. اینجا بازیکن تیم بارسلونا فرصت ضد حمله دارن اما کار به جایی نمیبره. میبینیم با هم دیگه صحنه آستر رو و حالا توی دروازه. 3-2 میشه کار. بازیکنای تیم ویارال گل زنی میکنن. این بار الکس باینا که میتونه دروازه تیم بارسلونا رو باز کنه. روی پاس گل آلفونسو پدرازا تونستش الکس باینا دروازه تیم بارسلونا رو باز بکنه و دروازه ترشتگن که یک بار دیگه باز میشه. حالا این ور ضربه یامال میخوره به تیرک دروازه. کار دقیقه به دقیقه داره سخت‌تر میشه برای تیم بارسلونا. یامال بود بازیکن جوونشون. حالا ارسال یامال، گلر توپ رو جمع میکنه. خوب جمع کرد گلر تیم ویارال. ببینیم با هم دیگه اینجا ضربه خطرناکش رو. حالا فرصت دارن بازیکن تیم بارسلونا. فران تورس، نه لواندوفسکی بود اونجا، بغل پاش رو زد و که سیف کرد اونجا یورگنسن. ببینیم با هم دیگه عکس های بازی رو. حالا این ور بازیکن تیم بارسلونا شانس گلزنی دارن اما یه خطا رو میدن. حالا یه ضربه سر که زده میشه بازیکن تیم ویارال و نمیذارن که گلزنی اتفاق بیفته. خوب دارن دفاع میکنن. حالا ببینیم که سه امتیاز رو میتونن بگیرن یا نه. اینجا ضربه مارکوس آلونسو که با سیو
یورگنسن همراه بود، شماره 17 بارسایی ها، مارکوس آلونسو حالا اینجا فرصت هست و فران تورست دروازه تیم ویارال رو باز میکنه توی دقیقه های آخر بازی. اینجا فران تورستی که میاد دروازه تیم حریف رو باز میکنه، خوب گل زد اونجا و امید رو آورد به سمت تیم بارسلونا. حالا باید دید که چه اتفاقی میفته. حالا دقیقه 70 مسابقه است، اینجا لواندوفسکی گلزنی میکنه و کار 4-3 به سوی تیم بارسلونا تموم میشه. تیم بارسلونا برنده این بازی مهیج میشه و این بازی پرگل رو شاگردان ژاوی برنده میشن. خب دوستان، امیدوارم که لذت برده باشید. لایک ویدیو، سابسکرایب و شیر یادتون نره. خلاصه بازی ها تماما گذاشته میشه اول از همه و زودتر از همه.